سلام به همه شما عزیزان، من مونا هستم و خیلی خوشحال هستم که در این قسمت از موضوع رنج در کنار شما عزیزان هستم. موضوع رنج فقط به یک سری از افراد خاص تعلق نمیگیره و هیچ کس از این قائله رنج در امان نیستش و شامل هر کسی در این دنیا میتونه بشه. وفاداری ما و یا ایمان ما به عیسی مسیح برای زندگی ما تضمینی نیست که زندگی ما غرق در آرامش و رها از درد و رنج و مشکلات باشه. در کلام خدا در کتاب یوحنا عیسی مسیح به ما آموزش میده که در دنیا برای ما زحمت بسیار خواهد بود که اتفاقا رنج ها جزء همین زحمات هستن. در کلام خدا ما اشخاص زیادی رو میبینیم که رنج های زیادی رو در زندگی متحمل شدن که یکی از این اشخاص خود عیسی مسیح بود که رنج های زیادی رو در زندگی متحمل شد. اگر ما به عنوان مسیحیان بینش صحیح و یا درک صحیحی از موضوع رنج نداشته باشیم، زندگی ایمانی ما بر روی زمین با مخاطره مواجه میشه و دردها و رنجها رو در زندگیمون ناحقی و یا بی‌عدالتی قلمداد میکنیم. ولی در زندگی ما رنجها و زحماتی قرار میگیره و خدا از این رنجها و زحمات استفاده میکنه برای تغییر و رشد روحانی ما و برای اینکه به ما یاد بده چگونه بر این رنج‌ها و زحمات غلبه کنیم و چگونه تمام توکلمون رو بر او ببندیم. برای این زمینی که داریم زندگی می‌کنیم، زمینی فاسد و گناه‌آلود هستش و رنج‌های گوناگونی بر زندگی ما هموار می‌ده. رنج ها در زندگی ما به دو دسته تقسیم میشن، رنج های درونی و رنج های بیرونی. رنج های درونی رنج هایی هستن که خود ما مسبب اونها هستیم. گاهی با تصمیماتمون، با کارهامون، با گناهایی که انجام میدیم و یا با انتخابات و اخلاقیاتمون رنج هایی رو بر زندگیمون وجود به وجود میاریم و هموار میکنیم. و رنج‌های بیرونی رنج‌هایی هستن که از سمت دنیا و یا از سمت شیطان و یا از سمت مردم دیگه و دیگران بر زندگی ما هموار میشه که اتفاقا در ادامه همین ویدیو میخوایم یه چند تا از دلایلی که رنج‌ها بر زندگی ما هموار میشن یه نگاهی بندازیم. یکی از این دلایل پیامد پیشرونده گناه اولیه آدم و حوا هستش. در ابتدا هر آنچه که خدا خلق کرد نیکو و عالی بود. حتی خود آدم و حوا خلقتشون عالی و نیکو بودش و خدا به انسان اراده ای آزاد بخشیده که اتفاقا با همین اراده آزاد انسان اولین گناه و اولین نافرمانی از فرمان خدا رو انجام داد و باعث شد که گناه و شرارت وارد زندگی انسان بشه و پیامد رنج و زحمت پیامدی بود که بر اثر اون گناه و شرارت وارد زندگی انسان شد. رنج و زحمت نخواست خدا، بلکه پیامد گناه اولیه آدم و حوا بودش. و یکی دیگر از دلایل پیامد اعمال خود ما هستش. گاهی ما با کارها و اعمالی که بر زندگیمون انجام میدیم رنجهایی رو بر زندگی خودمون هموار میکنیم. مثل زمانهایی که وارد رابطه میشیم که اون رابطه اصلا از خدا نیست و در آخر شکست خورده از اون رابطه بیرون میایم و رنجی بر جان ما وارد میشه. و یا زمانی که ترجیح میدیم کینه و نفرت رو در قلبمون حفظ کنیم به جای اینکه بخشش خدا رو وارد زندگی هامون بکنیم و از این طریق دوباره رنجی وارد زندگی ما میده. و یکی دیگر از دلایل میتونه پیامد اعمال دیگران باشه. گاهی ما به خاطر کارهایی که دیگران انجام میدن رنجی رو بر زندگیمون تحمل میکنیم. مثل زمانهایی که فرزندان ما انتخابات اشتباهی بر زندگی میکنن و ما به خاطر بلایایی که بر سر زندگی اونها میاد دچار رنج میشیم. و یا زمانی که شخصی به خاطر اعتیاد یکی از اعضای خانوادهش در زندگیش دچار رنج و زحمت میشه.
و یا زمانی که به شخصی اعتماد میکنیم و اون شخص از اعتماد ما سوء استفاده میکنه و تمام سرمایه سالهای زندگی ما رو برفنا میده، رنجی وارد زندگی ما میشه. و یکی دیگر از دلایل میتونه نتیجه کارهای شیطان باشه. شیطان در کلام خدا کتاب یوحنا باب 4 آیه 4 از شیطان به عنوان خدای این جهان نام میبره. شیطان بر روی زمین در این زمان حاضر قدرت زیادی داره و از این قدرت بر ضد انسان‌ها و به طور خاص بر ضد ایمانداران استفاده می‌کنه و دردها و رنج‌هایی رو بر زندگی مردم و بر زندگی ایمانداران هموار می‌کنه که همین کارهای شیطان با اسمش رنجی بر زندگی ماها وارد بشه. و یکی دیگر از دلایل می‌تونه به دلیل یکی شدن ما با مسیح بر زندگی ما رنج‌هایی هموار بشه. در کلام خدا کتاب دوم قرنتیان باب 2 آیه 16 میگه که ما به عنوان ایمانداران هم فکر با مسیح هستیم و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین زندگی میکرد به خاطر بی ایمانی، به خاطر گناهان و نافرمانی مردم در رنج بوده و امروز هم ما بر روی این زمین به خاطر اینکه با عیسی مسیح هم فکر هستیم، به خاطر بی ایمانی مردم دور و برمون و به خاطر گمشدگانی که در این دنیا هستند رنج میکشیم و در زحمت میافتیم. و یکی دیگر از دلایل به دلیل ایجاد تغییر و رشد روحانی ما هستش. گاهی وقتی رنجی در زندگی ما به وجود میاد، سریعا ما اون رو ربط میدیم به بی‌محبتی خدا. ولی حقیقت امر اینه که خدای ما عالم بر همه امور هستش و از همه پیچ و خم زندگی ما آگاه هستش و او میدونه که چه چیزی برای ما زندگی ما نیکو و مفید هستش و گاهی با آوردن رنجی در زندگی ما میخواد تغییر و رشدی روحانی رو در زندگی ما رقم بزنه. مثل زمانی که گناهی در زندگی ما وجود داره و خدا با رنجی ما رو هوشیار میکنه و یا زمانی که ما نسبت به قدرت خدا بی ایمان و بی توکل هستیم و خدا از طریق رنجی ایمان و اعتماد ما رو به خودش چند پله جلوتر میبره. و دلیل دیگر میتونه برای پیشبرد ملکوت خدا باشه. حقیقت اینه که خدا از طریق زندگی افراد عادل میتونه نقشه ها و اهداف خودش رو به ثمر برسونه و رابطه خودش رو با مردمی که در این دنیا گم شده هستن دوباره احیا و تازه بکنه. همونطوری که از طریق عیسی مسیح رابطهش رو با ما احیا و تازه کردش و از زمانی که ما در این دنیا گم شده بودیم از طریق رنج‌های عیسی مسیح ما رو دوباره پاک کرد و ما رو نجات بخشید و ما الان در رابطه شفا یافته با خداوند هستیم. و یا رنجی که بر زندگی یوسف هموار شد سالهای دور از خانه و خانواده و در کتاب پیدایش باب 45 آیه 7 یوسف اینطور میگه: اما خدا مرا پیشا پیش شما فرستاد تا برای شما باقی ماندگانی بر روی زمین نگاه دارد و به رهایی عظیم جانتان را زنده نگاه دارد. گاهی خدا از رنج ها در زندگی ما استفاده می کنه تا مردمی که در این دنیا گم شدن و غرق در تاریکی هستن رو دوباره نجات ببخشه. تمام اینهایی که گفتیم نمونه هایی بودن از رنج هایی که ما بر روی این زمین متحمل میشیم. ولی حقیقت ماجرا اینه که ما خدایی رو در کنار خودمون داریم که رنج کشیده و درد کشیده هستش و با دردهای ما غریب نیستش. او ما رو میفهمه و او ما رو درک میکنه و ما رو مدد میکنه تا با پیروزی از این رنج ها بیرون بیایم و بر همه این دردها، زحمات و مشکلات غالب بیایم. در کلام خدا کتاب یوحنا باب 16 آیه 33 کلام خدا اینطور میگه: عیسی مسیح میگه اینها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای شما زحمت بسیار خواهد بود، اما دل قوی دارید، زیرا من بر دنیا غالب آمدم.
زیرا عیسی مسیح بر دنیا غالب آمده است. و ما با ایمان تاب میاریم این سختی ها رو، این رنج ها رو، چون ایمان داریم که عیسی مسیح ما رو یاری میکنه تا بر همه این درد ها، تا بر همه این رنج ها غالب بیاییم. برکت و سلامتی خداوند با تک تک شما عزیزان باشه.